What's up, dog? سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت دیگه ای از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. افتخار هستم که به چکه ترک دوم از آلبوم نوار مغز از مهیار رو قراره با هم دیگه بشنویم به اسم نوار مغز بکنم، که بله تایتل ترک آلبومه، که لینکش توی دیسکریپشن از کانال یوتیوب مهیار میشنم. این کارو که میتونید اونجا سر بزنید و سابسکرایب کنید. 21 کاپلی به نظر میاد که موفقیه، چون چک قبلی فکرم 6 کی داشت. لینک کانال یوتیوب دلول، کانال یوتیوب اسنرم توی دیسکریپشنه، میتونید به اون کانال هم سر بزنید اگر از موزیک میخواید فاصله بگیرید و چای گزینه موزیک میخواید چیز رو انتخاب کنید، پادکست گزینه خوبیه. اون کانال پادکستینگه، به هر حال لینکاشون توی دیسکریپشنه. اگر فورگنگ ها رو با چی توی کامنت بریم ما هم بشنویم ترک تایتل ترک آلبوم نوار مغز رو از مهیار. بگو من چمه چی میخوام، یه تو خود بگو دلش. محمد رضاییان کامپوزر. لباسش عوض شده اینجا. آره آره، توی ویژوال از قبلیه پیرن پوشیده بود. گوشون به حرف دل، وقتی تنهایی و شوس کنی زندگی تازه میفهمی چه چی گوشه زندگی. من feel the loneliness and the smell of that. شوس کنی زندگی. Then you realize how BS that the life is. آره. یه وقتی حس کنی بوی تنهایی، تازه میفهمی زندگی چه شعره. بچه سالیتود با لونلینس فرق داره. اینجا لونلینس رو مثال زد. ما خیلی فکرم واژه مناسبی واسه یه تفکیک که این دوتا نداریم توی زبون فارسی، ولی ما به جفتش میگیم تنهایی. ولی یه تنهایی مثبت داریم، یه تنهایی منفی. مثلا این تنهایی فکرم راحت ترین واژه‌ای که میتونم واسش انتخاب کنم تنهایی انتخابی و تنهایی اجباریه. و تنها گزینه‌ای که شما دارید اگر تنهایی اجباری دارید اینه که تنهایی اجباری رو تبدیل کنید به تنهایی انتخابی. چجوری تبدیل کنید؟ با استفاده از تنهاییتون. شما دوتا گزینه دارید وقتی تنهایی، حالا تنها از هر نظر میخواد باشه، میخواد از لحاظ عاطفی مثلا پارتنری باشه، میخواد از لحاظ رفاقت باشه، میخواد خانواده باشه، هرچی. شما دوتا آپشن دارید، کلا خارج از این نیست. یا سه تا آپشن، یا اینه که سعی کنید برای برقراری ارتباط با کسایی که مایل به ارتباط برقرار کردن با شما نیستن، اصلا تایپ شما نیستن، پارتنر مورد پارتنر ایدئال شما نیستن. این پارتنر ایدئالی که میگم از ظاهری اون نیست، قرار نیست شما با هم باشید، منظورم اینه. قرار نیست شما با هم رفیق شید، اصلا نمیخورید به هم دیگه. قرار نیست خانواده جدیدت باشن. خب و شما هی تلاش میکنید با اونا ارتباط برقرار کنید، از اونا اونجوری که شما تلاش میکنید تلاش نمیبینید، دل سرد میشید و بیشتر احساس تنهایی میکنید. در واقع شما تنهاییتون کمتر شده، در واقع شما مثلا رفتید دو سه بار حداقل با یه نفر رفتید بیرون، یعنی احساس تنهاییتون، احساس لفت اوور بودنتون بیشتر میشه. خب این یکی از گزینه‌هاشه. گزینه بعدی اینه که تنهایی دا بشید فکر کنید من چقدر تنها ام، سگ این زندگی و چقدر زندگی گذره. دقیقاً همین ایدئولوژی. گزینه سوم اینه که بگی خب این خیلی سخته. خب منم این حرفو میزنم، من کسی ام که به صورت من ذاتی اینجوری بودم که خب خودم رو سرگرم میکردم وقتی تنها بودم. حالا خدا رو شکر با چیزای درست و سرگرم میکردم خودم. اینجوری مثلا تنها بودم میگفتم که خب من که تنها ام، بذار مثلا بشینم این کارو کنم. یه استفاده ای از تنهایی میکردم. استفاده میخواد فیلم دیدن باشه، کتاب خوندن باشه، چیز یاد گرفتن. خب بهترینش ولی سخت‌ترینش دیگه. هر چیزی میخواد باشه. شما با استفاده از تنهاییتون، مثلا آقا تو 20 دقیقه از تنها بودن تنهایی حالت بده دیگه، 20 دقیقه شو سعی کن استفاده کنی، جای اینکه فکر کنی اینجا سگ توش الو فلانی هستی واجی هیچ کی نیست بریم بیرون، جای اینکه این کار رو کنی 20 دقیقه سعی کن بشینی از تنهایی خودت استفاده کنی، بشینی به چیزای باحال فکر کنی، به خودت چی میگم مثلا با خودت خلوت کنی میگن، بشین مثلا برو پارک رو نیمکت بشین یه چایی بخور، سعی کن فقط به اون موضوع فکر نکن که حاجی تنهایی چقدر بده. همین، اینجوری اون حس تنهایی منفی به حس تنهایی مثبت، اینجوری تازه آدما یاد میگیرن استفاده کردن از تنهایی، که هیچ گونه پیشرفتی به نظر من خارج از تنهایی رخ نمیده. چرا مثلا تو جمع آدم پیشرفت میکنه ولی
همیشه که نمیتونی تو جمع پیشرفت کنی، معمولا جمع واسه تفریح کردن دیگه. یعنی آدم تمرکزی که تو موقع تنهایی داره هیچ موقعی نداره. وقتی تنهایی و شوز کنی زندگی تازه میفهمی چه قرار شده. یه وقتا همه چیو بده بره، خالی کموت رو اگه دلت گره، در فای دکتر تو بگی به چپ نسخه ای درسته که دلت بگه. یاد کدوم لیریکس شایع میفتم؟ یه موقعی هست آخه، یه موقعهایی اینجوری بود که یه موقعی هست که اتفاقاتی میفته و تو کاریشون نمیدونی کنی. مهیار داره میگه یه موقعی هست که این کار رو بکن، ول کن همه چیو، ول کن بره. شایه لیریکس یکی از ترکاش این مدلی بود کلن، یه موقع آقا ولش کن چیزایی که میدونی درسته رو ولش کن، نمیخواد یه موقعی انجام بدی و فلان اینا. ساعت 4 صبح تازه باش شده همه خواب، من وقت دیوونه بازی همه باز میخوام خراب شم، میخوام شلوار این زندگی و اب پشت درارم بیدار تا 4 صبح بعد و شلوخ شن نوار مغز اصلا خارش رو این دهه های فوش مچو این هم میده معیار دارم. مگه وقتی جاییم که زمین و زمان ما مثلا من راجع به چند قبلی گفتم ملودی های جذاب جز بهترین ملودی هایی که از معیار شنیدم نیست، اینجا هست. این ملودی ها با حالا نه 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 من سگ نتیجهش میشه اخلاق گوهم، همه مریضن نگاه شبی من. بذار بهت بگم شای افکت صبح که از خواب پا میشم دارم میخواد کسی نباشه با من حرف بزن، میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم، دل کسی تایی نشه باسم، کسی منو نخواد. این حرفا حرفای کسیه که لیاقت توجهی که داره بهش میشه رو نداره، لیاقت اون عشقی که داره میبینه رو نداره، یا حداقل قدر اون عشقی داره میگیره رو نداره، ندونه. نه بیداری هستم نه خوابم میاد، میخوام جا بزنم یکی بگو جا من بیاد، لب دنیا و نامردیاش رود خطا هم نکنن خود داور میگاد، یه جوری دلم گرفته که نپرس به دادم نمیرسه نه الکو نه برس. بله به خاطر اینکه گزینه های گزینه های مناسبی واسه جایگزین نیستن، خیلی لحظه این و این چیزا شبیه به تعویق انداختنه داداش، قرص و الکل اون لحظه خوبت میکنه فردا بدترت میکنه، ولی نپرس به دادم نمیرسه نه الکل. یعنی منم به قرآن بدم نمیاد شو، من همین من دقیقا همین چیزایی که مهیار داره میگه رو دارم. یه دقیقه وایسید شش هم گفتم آره من کل زندگیم دقیقا دارم تلاش میکنم تمام این حرفایی که مهیار میزنه رو انجام ندم، یعنی به حرفای مهیار تو این دقیق گوش ندم. این که یه وقتایی که مثلا حال نداره دیگه ولش کن دیگه بطری رو بخور. آدم اگر بخواد به اون صدا گوش کنه، به این صدا که این صدایی که از مهیار داریم میشنویم، این حرفایی که از مهیار داریم میشنویم، حرفایی که تقریبا همیشه مغز آدم به آدم میزنه، ولش کن آجی راست کرد مغز زندگی، برو تو این سایت اون ویدیو رو که اون سری مثلا تامبلش دیدی ببین بزن، یا چه میدونم آجی ولش کن امروز خوب تمرین کردی پس سیگارو بزن، امروز خوب تمرین کردی حالا برو مثلا شب جر بده خودتو هر چی دوست داری بخور و فلان اینا. این حرفا دومینو افکت داره، یعنی شما یکی از این کارهایی که اینجا داره اتفاق میفته، این توصیه ها، اینکه آقا ولش کن دکتر ول کن مثلا اون کاری که میدونی اون کاری که حال میکنی و بکن، تهش هدونیستیک لایف میشه، تهش اینجوری که شما انقدر به ندای مغزت گوش میدی. مغز معمولا خوب آدمو نمیخواد، خوب لانگ ترم مغز اون لحظه هوس میکنه. و اتفاقا بچه الان من آخر ویدیو صحبت میکنم راجع به اینکه این موزیک اتفاقا جایگزین همون قرص و الکل است. این حرفا رو پرکتیکال استفاده گوش ندید، اینجوری که حسش رو متوجه شین، حس این موزیک رو بگیرید که اتفاقا از اون موزیک باحالیه، یه مقدار اون سیک بودن مورد نیاز این موزیک رو نداره، ولی بعد اونقدری که باید به نظرم نافذ نیست مثالایی که در استفاده میکنه، ولی در کل موزیک باحالیه. ولی حالا بذار تموم شه شرک سوال. دلم گرفته که نپرس به دادم نمیرسه نه الکو نه قرص، وقتی خوب بودن تو نمیبینن دیگه پس اشتباه راه درست، حسلم ترک کرده نمیکشه دیگه رد شد کنارم، حسلم ترک کرده نمیکشه دیگه
حسلم ترک کرده نمیکشه. این مثلا سعی برای غیر سیک شدن لیریکس بود که سعی ناموفقی بود نسبتا به نظر من. رد شو کنارم واسه این که بگی چت دیره، من و این آدم و نمیفهمن کورن، هر روز با همین ولی خیلی ازم دورن، یه وقت آینده رو بده بره، آینده رو بده بره. ناراحت هم آجی مردم. خب این بود ترک نوار مغز مهیار که ملودی اصلی، لوپ اصلی ترک لوپ گیتار الکتریک بود، گیتار نایلونی. اینو میخواستم بهتون بگم که این موزیک برای یکی مثل من، برای یکی مثل من که میگم، برای کسی که یعنی در بهترین حالت خودش، جایگزین همون حرفاییه که همون سابستنسایی که خود مهیار ترک میگفت استفاده کنید، هم جایگزین همون الکل است، همون قرص، همون راجب سیگار چیزی نه، راجب رول و اینا چی نگفت، جایگزین اونه به نظر من. یعنی موقعی که شما حال میزونی نداری، این ترک میتونه همدردی کنه برای تو. حالت این که میگن تراپی و فلان و این جور چیزا، یکی از خاصیتایی که موزیک داره واقعا اینه دیگه، که یه موقعی شما یه چیزی درونته، یه حسی درونته، کسی رو نداری باش صحبت کنی، وقتی میشنوی یه شخص حقیقی دیگه توسط حالا موزیک یا هر چیزی که میخواد باشه از حس درون تو یا حس مشابه درون تو صحبت میکنه، حس میکنی اون درونت داره تخلیه میشه. میشه میگم انگار حسای بد تو میکشه بیرون از وجود تو، حالا مثلا کمک میکنه به رها شدنت از اون حسا. میگم تو بهترین حالتش این موزیک جایگزین همون چیزاییه که میگفت حالا ولش کن دیگه، بزن دیگه، حالا دکتر رو ولش کن و فینا میسا. ولی پرکتیکال داشتم اینو میگفتم که پرکتیکال گوش دادن به این حرفا به نظر من بدترین اتفاق دنیاست، کما اینکه اصلا موزیک واسه اینکه پرکتیکال بخواد به تو پند بده که بگه آقا این کارو بکن نیست. قدیم چرا مثلا سعدی پند میداد توی شعراش، اون دوره کلاسیک ادبیات ارزش گذاری آثار هم اون موقع اینجوری بود دیگه، مثلا متون ادبی تو دیدگاه حالا مثلا من قصد صبرش کنم یه سری دیدگاه نقد ادبی هست، کلاسیسیزم اینجوری بوده که مثلا ما چه انتظاری از قرآن داریم، چه استفاده از قرآن میکنیم، یکی از کتبیه که مثلا ازش آیین زندگی یاد میگیریم، همین ملاکو میذاشتیم واسه متون دیگه، گفتیم مثلا شعر فلانی خفنه، چرا؟ چون محتوا داره. دقیقاً همین حرفی که تو رپ میزنن که آقا تو فلانی محتوا نداره پس بده. این دیدگاه مثلا دیدگاه نقد کلاسیسیزمه که مثلا مال قرن 17 18 قبله که واقعا آثار رو اینجوری میدیدن. بعدتر اون جلوتر یه سری دیدگاه دیگه وجود من متوجه شدیم که آثار کاربرد دیگه، آثار متون ادبی و حالا آثار هنری کاربرد دیگه هم دارن، لزوما قرار نیست به ما یه پندی رو برسونن که مثلا ما زندگیمون اجراش کنیم. میگم این ترک مثل ترک های اصلا ترپ بنگری که میگم از موارد روبیت های بنگر باش میزنه تو باشگاه دنبل، دقیقا مثل همونه. شما قرار نیست اتفاقاتی که تو اون ترک بهش اشاره میشه رو انجام بدید لزوما، ولی میتونین حس و دریافت کنی ازش. این ترک هم دقیقا همین بود به نظر من، کمک کننده خوبیه برای بیرون اومدن یا برای مثلا پرداختن به اون حس ناراحتی که یه مدت یه گوشه نگهش داشتی و بهش توجهی نکردی. ولی بگم خواستم یه تذکری بهت، خواستم یه مثلا تأکیدی کنم که حرفایی که میزنم انجام ندید بچه‌ها، صرفا از موزیک لذت ببرید و استفاده کنید. نزدیک ببین کنار هم بودن برند شایع و مهیار رو توی یه لیبل فعالیت کردنشون، این که اصلا تور کنسرتشون همش کنار هم دیگه بود، ناخودآگاه سایه شایع که بسیار بلنده رو یک کم روی مهیار میندازه. و بدترین اتفاق ممکن اینه که سایه شایع روی ترک های، روی نوع نوشتن مهیار، روی اینسپیریشن های مهیار برای جمع کردن ترک بیفته، که به نظر من اینجا یکی از اون اتفاقاتی که من دوست داشتم ببینم رو دیدم. این ترک قشنگ حاصل همنشینی با شایع است. این ترک یه روی دیگه یه سکه اصلیه که اون روشو قبلا از شایع دیدیم توی ترک های شایع، اینجور کلمه، اینجور جمله بندی ها، اینجور بابا یه روزم مثلا ولش کن دکتر رو ولش کن، میدونی اینجور کنار هم چیدن کلمات، اینجور تمثیلا، اینجور
ترکیب جمله ها، اینجور مفهوم ها مفهوم های پرتکراریه توی همه ترک های شایه. به دل نگیری نمیگیرم بگیری. من میگم یه خورده حسی که داشتم از این ترک مهیار میگرفتم، با اینکه به نظر من وکال ملودی های جذاب تری داشت، با اینکه به نظر من سانگ رایتینگ جالبی داشت، حس تکراری بود و احساس میکنم که جایی ورژن بهتر این ترک رو شنیدم. و میگم اون نافذ بودنی که شایع داره توی صحبت کردن از این تاپیکا و از این حسا، به نظرم کار رو واسه یکی مثل مهیار، واقعا مهیاری که کنار شایعه همیشه، خیلی سخت میکنه که بتونه از یه بعد دیگه، از یه زاویه دیده دیگه راجع به اینجور چیزا بخونه و همچنان همونقدر نافذ باشه کلامش یا حالا ملودیاش و موزیکش. میگم به نظر من به نحو احسن، چون این ترک باید نافذ باشه، این ترک باید بره توت حرفایی که میزنه. اتفاقی که ترک ها شایی میفته اینه که واقعا میره توت حرفایی که میزنه، اصلا تو حلاجی نمی کنی، اصلا یهو به خودت میبینی اصلا یه سری چیزا شایع گفته منقلب شدی. میگم این اتفاق در مورد این ترک مهیار به ده از ده نیفتاده بود. ترک ترک باحالی بود، میگم اگر شایع هیچ وقت وجود نداشت شاید این ترک اصلا خیلی ترک استثنایی میشد، ولی من نمیتونم نادیده بگیرم تاثیر شایع رو روی این ترک. به هر حال ترک ترک بدی نبود، ولی همچنان ترک پیوری به نظر من نبود از مهیار. تبدیل تجربه اول ما شنیدن ترک واسه من چیز مایای 6 مثلا یا حتی 5.5. شما نظرتون راجع به این ترک بنویسید، لایک کنید ویدیو رو اگه دوست داشتید، دوست داشتید دیسلایک، فورگنگ توی کامنت هاتون نره، سابسکرایب هاتون نره اگر ویدیوهای کانال رو دوست دارید، زنگوله بغل سابسکرایبم برای کسایی که میخوان از ویدیوها جانمونن روش کلیک کنید اگه میخواید جانمونید. تا ویدیوی بعدی، فورگنگ.